سالها تو ساختمونی که بالای این کافه هست کار میکردم من برای اونجا خیلی آشنایی دارم دوباره من که درست این ور خیابونه از تمام فعالیتی که و زندگی که توی دانشگاهی مثل برکلی داره اتفاق میفته و آخرش این که این میزه به خصوص جاییه که من میشینم و خیلی از وقتا یادداشت برمیدارم یا آتلاین چیزایی رو که میخوام بنویسم برمیدارم چون جای خیلی آرامش بخشیه واسه من جای خیلی خوبیه بنابراین خیلی از قصه هایی که من نوشتم اصلا همینجا نوشته شدن و با دوستای نویسنده هم خیلی وقتا اینجا قرار میذاریم چون که برای اونا هم این محیط همینقدر آرامش بخش زبانی که انتخاب کردم برای نوشتن انگلیسیه به خاطر اینکه میخوام به یه آدینسی به مخاطبایی میخوام برسم که اینا زبان انگلیسی رو میتونن بخونن چون وبلاگ‌های فارسی بسیار زیبایی نوشته میشه و من نمیتونستم از اونا بهتر بنویسم اما خب تعداد کسانی که میتونن وبلاگ فارسی بخونن تو دنیا خیلی کمه بیشتر آدم ها میتونن انگلیسی بخونن و من دلم میخواست چیزی بنویسم که ایران رو معرفی بکنه به کسایی که دلشون میخواد بدونن ضمناً یه عده زیادی ایرانی تو دنیا وجود دارن الان بعد از انقلاب که اینا بچه های مهاجرینن اینا نسل دوم و سوم ایرانی هایی هستن که در خارج اصلا به دنیا آمدن بزرگ شدن متاسفانه خیلی هاشون فارسی بلد نیستن بخونن ولی این مفهومش این نیست که ارتباط با ایران ندارن یا نمیخوان داشته باشن خب زبان انگلیسی نوشتن کمک میکنه شما هم نمیتونی به سن و سال من برسی زندگی خوب نکرده باشی و تجربه نداشته باشی من خیلی تجربه دارم خیلی جای دنیا رفتم خب کار کردم اینا همه تفریحات منه اینا کاریه که وقت سرگرمی انجام میدم کار واقعی خب چیز دیگه است به خاطر اون کار مسافرت کردم آدم ها رو دیدم کار کردم تجربه واقعا کسب کردم اون تجربیات میاد توی نوشته ها خیلی از خاطراتی که می نویسم یا دیدی که باهاش نگاه می کنم مثلا مسئله هویت یه چیز خیلی عجیبی بوده پیدا کردنش برای من و تعریفش من فکر می کنم اون فقط از تجربه آمده چون بالاخره شما وقتی جا به جا می شید از یک مملکت به مملکت دیگه از شهر به شهر دیگه آدرس اجتماعی شما تغییر میکنه این هویت تو در حال تغییره ولی یه سری چیزاش همیشه ثابته اونا رو بدونی چیه قدر اونا رو بدونی اون چیزیه که به من واسه من اتفاق افتاده و من اونو سعی میکنم به دیگران بگم اطلاعات خودش به خودی خود کار زیادی نمیتونه بکنه شما میتونید خیلی چیز بخونید ولی چیزی ندونید پروسس کردن اطلاعات شما اطلاعات چجوری تبدیل بکنید به دانش واقعا اون چیزیه که در اثر نوشتن در اثر خوندن در اثر این نوع مبادلات فرهنگی اتفاق میفته دلم میخواد همه ایرانیایی که میتونن هر کس میتونه بنویسه قلمش رو برداره چیزی بنویسه که ایرانو بتونه بشناسونه چون دموکراسی به نظر من یه قرص نیست که آدم‌ها شب بخورن صبح بلندشن بگن خب حالا امروز دموکراسی داریم دموکراسی یه پروسس یک فرایند بسیار طولانی برای خیلی از ملت‌ها برای خیلی از ملت‌ها طولانی بوده ما هم باید تمرین کنیم توی اون چیزایی که پیش شرط‌ها و پیش نیازایی که لازمه واسه دموکراسی یکیش اینه که آدم ها حرف بزنن تمرین کنن حرف زدن نظرشون رو بگن نظر دیگری رو بشنبن با آرامش با تحمل با صبر و بعد نزدیک بکنن افکارشون رو با هم دیگه در اثر این مبادلات تفکر یه چیز دیگه هم هست و اون اینه که می مموریاش ریو پروفوندو ای فریو Frio.